ببخشید همراه مریض نمیتونن داخل شن. خب بیمارمون الحمدلله حالش خیلی خوبه، میتونید به بخش منتقلش کنید. به بخش نایی دکتر که منتقل کنید؟ نیم ساعت دیگه که هوشیاریشو کاملا به دست آورد. تو کجا؟ سلام. صبر کنید. شما بعیده. بذارین تارا خودش انتخاب کنه. سلام عرض کنم قربان. سلام آقا. سرقفلی اتاق بشیر بالا رفته. همونقدر که سرقفلی دفتر فروش پایین اومده. اومدن سراغتون. سراغ کیا؟ مهندس و مدیر فروش. ما که تعطیل کردیم آقا. مریضمون چطور تعطیل نکرده؟ نه اتفاقا به هوش اومده. پس پولای من به هوش میاره. اتفاقا با پولای شما از هوش رفته بود. خب مبارکه. مبارک نیما باشه آقا. نیما و اون یکی پسر آقای امین. امین از این به بعد هم دیگه رو میکشن. کیا؟ نیما و امین و دایی خلیل و فروزش و تمام اونا که طالب به خاطر تارا سکوت کرده بود. پس مبارک شما باشه. چی؟ مردخوری. فروزش من میخوام دخترمو ببینم. ببین تارا هنوز نمیدونه که تو تهرونی. نمیخوام با دیدن تو به شوک وارد بشه. برای حالش بنده. خواهش میکنم.
پدر رو من رو میبخشیم. بریم امی. کجا بریم؟ هتل. ولی آخه برای دیدن تارا فرصت داری. حالا میتونم تارا رو ببینم؟ بله، اون همه چیزی میدون. بفرم. دیگه به چه امیدی برگردم زندان؟ الانم که بیرون اومدی باید از امین ممنون باشی. من که کاری نکردم مامو جان، فقط یه سند گره گذاشتی. حالا چی میشه؟ باید تارا خودش انتخاب کنه، یا فومن یا تهران. برمیگردی فومن؟ البته با نامزدش. من دیگه برای تارای مردم، مگر اینکه به کار ساختمان فیصله بدی، به هر وسیله، به هر قیمتی که شده. سلام. سلام. بیا تو. بیا بیرون، کارم خصوصیه. خب حرفتو بزن. میگم تارا به هوش اومد. خبر دست چهارمه. زنگ زدن گفتن دیگه، سمیه و امیر حسین و نیما. بله بله. خانواده نیکنام رفتن ملاقات؟ نه که نمیره. چرا؟ چون نمیدونن دختر عروس خودشونه یا عروس دیگر رو. میگم که باید اون کتاب خونه که رو سرت خراب شد و طلا بگیریم، چون باعث شد ما بالاخره تو رو پیدا کنیم. میخوام با تو تنها باشم.
به من خیلی بد کردی تارا. من مستحق این همه ظلم تو نبودم. چرا؟ چرا با من این کارا رو کردی؟ تو اشتباه میکنی. اشتباه میکنم دیگه. مثل یارو چی میگه بیرون؟ همین یارو امین احتشام میگن قرار بوده تو با اون ازدواج کنی. بچه چی نمیگی؟ بگو دارم اشتباه میکنم دیگه. بچه چی نمیگی؟ نیما یکم برای هم شاخشونه کشیدن همین خوبه. چی خوبه؟ آخه میخوان با هم همکار بشن. همکار بشن؟ سمیه جونم برام بگو. تو بهتره که الان بخوابی، بعدم برات تعریف میکنم. خب برام بگو، من گوش میدم. یکی بود یکی نبود، یه دیوونه بود که یه سنگ انداخت تو چاه، اون وقت هیچکی نمیتونست بره درش بیاره. عمو جان سلام. سلام. آقای فروزش پیش شما نیست؟ نه چطور میگه؟ رفته نیست. با این اتفاقی که برای تارا افتاده فکر نمی کنم دوباره اشتباه کنه، ولی با این حال بهتره لباس رو ببوشی بریم دنبالش. چشم. برو جانم. الو سلام علیکم. من میخواستم بگم نگران نباشید، آقای فروزش اینجا هستن پیش تارا. بله بسیار خوب، خیلی متشکرم تماس گرفتید. خدا نگهدار. چی؟ سمیه خانم بودم اونجا. آقای فروزش بیمارستانه پیش تارا. خب الحمدلله. بریم بفرمایید. از من چی میخوای؟ مدرک امیر حسینو. نابود میشم تارا. الان نشدین؟ مدرک امیر حسین گواهی فوت باباش. فقط همین؟ چرا؟ چون جلیه. آقای میریان که مرده؟ خسروی بعد از گرفتن وکالتنامه تامل اختیار از میریان هیچ وقت دنبال تفکیک اسناد دو طبقه نرفت. اینو میدونم. به همین دلیل گواهی فوت میریان جعلیه. خسروی پول زیادی به یه جاهل حرفه‌ای داد که این کار رو تموم کنه. چرا؟ چون با مرگ موکل وکالتنامه وکیل باطل میشه.
پس این معامله اساساً باطل بوده. ما باید مرگ میلیان عقب میداختیم تا اسکات به ناممون بشه. از همینجا وارد زندگی من و امیر حسین شد. حالا میشه با گواهی فوت اصلی خسروی به دام انداخت؟ چطور تونست؟ همه این کارا رو به خاطر آینده بکردم تارا. بابا قبلن هم بهتون گفتم، فقط نگیم به خاطر من. بابا خب به خاطر تو. فروزش تو بهتری؟ بازم داریم با هم کار میکنیم برای امیر حسین. خب اول کجا بریم؟ دادسرا. برای چی؟ برای تنظیم یه دادخواست شکایت. که من شاکیم و من متشاکی و خسروی. نه نشد، از خسروی منم شاکی محسوب میشم. خوشا به حال تو؟ خوش باد شما، چون بعد از شکایت من و امیر حسین شما متهم ردیف دوم پرونده. سلام. سلام. چطوری تارا؟ کجا بود؟ آخرین تختی که شکسته میادته؟ قبل از کتابخونه؟ تخت توی تراس بود، یه سرسره روی شیروانی و بعدش هم شیرجه رو تخت. وقت چی داشتیم؟ یه جفت پای شکسته. من که هیچ وقت پام نمیشکست. منو باش، فکر میکردم تو امتیاز نفر اول بودن به من میدی. تو همیشه اولی تارا. بفرمید، بفرمشید. برو آصف جون بشین، من الان باش. چرا منو آوردید اینجا بابا؟ به کمکت احتیاج داشتم. به کمک من؟ میخواستم بدونم تو این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده چقدر مقصرم. چرا از من میپرسین؟ پس باید از کی میپرسیدم؟ تارا.
تالا گفت دایی در یه مورد اشتباه کردی. چه موردی؟ فرستادن امین به تهران. چرا؟ فکر میکرد من از شناخت احساسات تو غافلم. احساس من؟ نسبت به کی؟ یعنی تو را میدونسته؟ چی رو؟ یعنی اون میخواست منو تحریک کنه که بیدارشم و رو پای خودم بایستم. راجبه چی حرف میزنی؟ بابا من اینقدر از درون خالی بودم، اینقدر احساس حقارت و بیکفایتی میکردم که میخواستم تمام کمبودهای خودم رو با یه کسی دیگه جبران کنم. چه کسی دخترم؟ امین. یکی پیش اومده ما همه مقصریم. این تغذیه تاروی عزیزم، اینم مال امیر حسین آقا. شما حاضری؟ بله. شما چطور؟ بله. الهی قربون هر دوتاتون برم. تارا جون امروز میری کلاس اول دبستان. امیر حسین جون تو هم امروز میری کلاس اول راهنمایی. بریم. 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 صبر کنید. خواهم ازتون یه عکس بگیرم. عکس بچه ها، عکس بابا میخواد بندازه. لفخن؟ آها. بفهم بابا بفهم. عکس یادگاری. این هم دیکته تاراس.
تارا، توبا، رجا، دایی، زندایی، تو، توتستان، ابریشم، پیله، پروانه، پرواز، فومن. خدای من طاهره، تو چجور انسانی بودی؟ میبینی؟ این همه مدت تارا به این نزدیکی بوده و ما دنبالش میگشتیم. یعنی تو تمام این مدت این کاغذ تو خونه خود تو بوده؟ اگه آقای فروزش از اول همکاری میکرد حالا تارا هم پیدا میشد. همیشه با احساس گناه هم کلنجار میرفتم و تقصیراتم رو انکار میکردم. فکر میکردم نمیتونم آدم بدی باشم، چون به فکر آینده تارا بودم. ولی تارا که از طاهر خانم یاد گرفته بود. ایناش، اینم گواهی فوت بابام. حالا میتونم بدونم؟ چی رو؟ میخواد بدونه پول و مدارک پیش کیه. میتونم؟ پیش بابامه. نیکنام؟ چه تارا با تو و امین بیاد، چه اینجا با امیر حسین نینا ببینه، من دیگه خیالم راحت. آرزوی من و تارا آزادی تو. خدا نگهدار. خدا جان. یه چیزی میخوام ازت بپرسم. راجبه چی عمو جان؟ تارا. بپرسید. میخوام بدونم من در تحریک احساس تو به تارا چقدر سهم داشتم. عمو جان من احساسات خودم خوب میشناسم، دقیقا میدونم از زندگی چی میخوام. حالا اگر تارا نیما رو برای ازدواج انتخاب کنه چی؟ اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست. حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. خون برداشته شده به اینجا بیاد.
یعنی انتخاب تارا امینه؟ یعنی انتخاب تارا تعاونیه. چرا معطلی؟ برو بهش بگو با انتخابش موافقی. خب من فقط منتظر موافقت شما بودم. اومدن. پس فعلا. ای سعید اومده. امیر حسین و سمیه هم هستن. تارا، حلقت یادت رفته بود. من میرم سروسات عروسی رو بپا کنم.
پس مرد زندگی تو انتخاب کردی. انتخاب نیست دایی، تعهده. تعاونی به وجود تو خیلی نیاز داره. گندمی تو که اشتاران از تو سرشار تنست. جز به بوی تو نگردد آسیا به بادیم. اونی که مدعی بود